ورزشگاه آزادی و دورترین سکوها برای زنان، جایی که تماشاگران زن باز هم از خشونت در امان نبودند. خشونتی کلامی و البته غیر کلامی. انتهای بازی پرسپولیس و سپاهان، سنگی که طرفدارای محترم سپاهان زدن و سر یکی از بچه‌های ما خونریزی کرد و متاسفانه شکست. تصویر آشنا در خیابان‌های امروز ایران. خشونت علیه زنان در ورزشگاه‌های ایران سابقه دار است. دو سال پیش در مشهد، بازی ایران و لبنان و گاز اشک‌آور بر صورت هواداران زن. و اینجا پشت درهای آزادی، وقتی زنان می‌خواستند تماشاگر بازی ایران و سوریه باشند، اما با برخوردهای امنیتی از آنها استقبال شد. پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد. به ما لگد زد، به ما مشت زد، از فوش استفاده کرد بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم. ما چند نفر خانوم بودیم که وایساده بودیم روی چمنا جلوی در غربی ورزشگاه آزادی. تکرار خشونت علیه زنان در آزادی و توهین کلامی این هوادار سپاهان خشم جامعه فوتبال را در پی داشت. از علی کریمی گرفته تا جلال حسینی و افشین پیروانی، با ساب گسترده این توهین بالاخره طرفدار حتی که سپاهان را به عذرخواهی مجبور کرد. من عذرخواهی میکنم از تمام بانوان ایران، مخصوصا بانوان پرسپولیس. پرسپولیس با انتشار بیانیه‌هایی چنین رفتاری را خشونت علیه زنان توصیف کرد که در ارکان بین‌المللی فوتبال قابل پیگیری است. و سپاهان اعلام کرد رفتار توهین‌آمیز به هواداران را محکوم می‌کند. کمیته انضباطی هم هر دو تیم را برای رفتار تماشاگرانشان احضار و برای 10 سال از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم کرد. اما آن چیزی که در این میان فراموش شد، باز هم زنان بودند. زنانی که حکومت به بهانه کرامت و احترام از داشتن حقوق اولیه شهروندیشان محروم کرده. زنانی که وقتی به ورزشگاه می آیند می خواهند تماشاگر فوتبال باشند بدون محدودیت، مانند مردان. زنانی شجاع که در میان میله ها و فنس ها بالاخره راه را پیدا می کنند و برای آزادی می جنگند. الهام یزدی‌ها، لندن.